چیز و هر امری در شدن خود است که حقیقت می‌یابد. جان باختن حمید اشرف و کمی بیش از آن. قدم به قدم تا روز واقعه. سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم. این بحث اشاره کوتاهی است به جان باختن حمید اشرف که تمام هم و غمش در شهر و کوهستان تاکتیک و استراتژی مبارزه مسلحانه بود. سازمان چریک های فدای خلق ایران که وی بدان تعلق داشت از اتحاد گروه جزنی ضیا ظریفی و گروه احمدزاده پویان و مفتاحی شکل گرفته بود. حمید اشرف یکی از بازماندگان گروه جزنی پس از شکست عملیات حمله به پاسگاه سیاه کل و دستگیری و قتل اعضای رهبری به مبارزه چریکی در شهر روی آورد. او که با تجدید سازمان بار دیگر آن را به پا داشته بود، به تدریج به چهره کاریزماتیک تبدیل شد، به ویژه که بارها و بارها از حلقه محاصره سواک گریخته بود. او سرانجام 8 تیر 1355 در محل سکونتش مهرآباد جنوبی به محاصره سواک درآمد. در درگیری با حکومتیان جان باخت. در اینکه او و یارانش با تمام افق‌های باز نسبت نداشتند بحث نیست. در اینکه ذهنی هم بودند و لزوماً همه اون چه میپنداشتند واقعی نبود بحث نیست، اما پاکباز و برنا و دلیر بودند. با اینکه میدانستند بیان کلمه حق مرارت دارد، رو در روی ستم زمانه ایستادند و آگاهانه و مختارانه به آب و آتش زدند. نگاه و دیدگاه من ماتریالیستی نیست. نسبت و سنخیتی هم با هیچ گروه و سازمانی از جمله سازمانی که حمید اشرف به اون تعلق خاطر داشت نداشته و ندارم. اما می دانم که حمید اشرف و یارانش پیشه ای جز مبارزه انقلابی و ضد بهره‌کشانه نداشتند. تابع تعادل قوای بین المللی یا تعادل جناح‌های حاکمیت نبودند و برایشان حل مسائل انسان، به خصوص انسان معاصر و مردم دردمند استثمار شده جامعه ایران اهمیت داشت. اما افسوس، اکنون ما با به اصطلاح انقلابیون
اکنون ما با انقلابیون تراز نوین روبرو هستیم که خدا را هم بنده نیستند. حالا هر کسی میخواهد کشماله و لنجین خودش را پر از شیر کند. امروز همه چیز دیگر شده و چهره آبی عشق را مه گرفته است. امثال حمید اشرف در هر سازمان و تشکیلاتی که بودند، در لحظات سخت وقتی نفسها در سینه حبس شده بود، در شرایطی که شاملو می سرود در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، در اون شبانه دلگیر، در اون زمستان سرد که هوا دلگیر، درها بسته و سرها در گریبان بود، چون شمع شبانه سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند. آنان برناب و شجاع بودند و در شمار بهترین و باهوشترین جوانان و دانشجویان کشور. در آستانه انقلاب هم مقاومت و از خودگذشتگیشون زبان زد بود، به ویژه که برخلاف نسل پیشین چپها در دوران کودتای 28 مرداد با افزایش سرکوب و بگیر و ببند جیم نشدند، به خارج از کشور فرار نکردند. با همه این اوصاف حمید اشرف و یارانش نیز برتر از سؤال نبوده و نیستند. اکنون که دندان زمان اندکی گره ها رو گشوده و جنبش چریکی ورد زبان ها نیست، پرسیدنی است آیا واقعا راه دیگری نبود؟ می دانم که این داوری ها داوری های پسینی است و با اگر و کاش آب ریخته جمع نمی شود، اما پرسیدنی است آیا واقعا راه دیگری نبود و در چارچوب گفتمان انقلاب نمی شد مبارزه سیاسی کرد؟ آیا مبارزه سیاسی همیشه نوعی سازش و اپیسمنت است، نوعی کنار آمدن با ستمگران است؟ آیا اون راه حلها جواب داد؟ یا خون و خرد انقلابیون در خرجین مرتجعین و استبداد زیر پرده دین ریخته شد؟ واقعش تظاهرات عظیم ده ها هزار نفری با عکس امثال حمید اشرف و نه فقط او به خاطر خود انقلاب بود. طبیعت انقلاب این گونه بود. بماند که اون نیروی عظیم اجتماعی بعدها از شور و فتور افتاد و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به خاطر نبود رهبری ذی‌صلاح و توانمند تک تک شد و متاسفانه بخش اعظم اون رو در روی نیروهای مترقی و انقلابی قرار گرفت، هرچند آنها نیز دربدری کشیدند و به زندان افتادند و بسیاریشون در اسیرکشی سال 67 به دار شقاوت کشیده شده، در پیچ و خم حوادث به یادگارها پیوستند. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. برای ورود به این بحث خوب است
به جانباختگان سازمان مزبور و وقایع مشابه از سال 53، مشخصا از 6 اردیبهشت 53 تا جانباختن حمید اشرف و یارانش 8 تیر 55 اشاره کنم. مرضیه احمدی اسکویی 6 اردیبهشت 53 جانباخ. علیرضا شهاب رضوی قصه دردناکی دارد و بعداً اشاره می کنم، 26 خرداد 53. حبیب برادران خسروشاهی 9 اردیبهشت 53. عباس جمشیری رودباری 2 مرداد 53. عباس کابلی 15 شهریور 53. حسن جان لنگرودی 25 شهریور 53. ابراهیم پوررضا خلیق 28 بهمن 53. سعید پایان 25 بهمن 53. حسین اللهیاری 17 فروردین 54. خشایار سنجری 24 فروردین 54. محمد معصوم خانی 27 فروردین 54. شیرین فضیلت کلام 1 اردیبهشت 54. علی اکبر جعفری 1 اردیبهشت 54. حبیب الله مؤمنی 20 اردیبهشت 54. محمود نمازی 20 اردیبهشت 54. منصور فرشیدی 20 اردیبهشت 54. حسین صلاحی. از بند ما بند 1 و 7 و 8 در زندان قصر او را بردند و کشتند، 28 خرداد 54. خسرو ترگل 28 خرداد 54. مرتیک قزریان 7 تیر 54. محمود عظیمی بلوریان 7 تیر 54. نزهت السادات روحی آهنگرانی 7 تیر 54. یدالله زارع کاریزی 7 تیر 54. عبدالله سعیدی بیدختی 20 تیر 54. زین العابدین رشچی 1 مرداد 54. جانبخش پایداری 17 مرداد 54. غلام رضا بانژاد 17 مرداد 54. پروین فاطمی 8 مهر 54. فرشاد فرجاد 24 مهر 54. پری، شهرت او را نمیدانم، 24 مهر 54. فرهاد سپهری که البته نه در ایران، در زفار جانباخت، 2 آبان 54. علی دبیری فرد 30 آبان 54. فاطمه حسنپور اصیل شیرجو پشت 20 دی 54. مسرور فرهنگ 19 دی 54. فاطمه یا شمسی نهانی 21 دی 54. بهمن روحی آهنگرانی 17 دی 54. فتحعلی پناهیان 3 بهمن 54. فاطمه افدرنیا 6 بهمن 54. همه مثل برگ خزان فرو می ریزند. مجید پیرزاده جهرومی 6 بهمن 54. جعفر محتشمی 6 بهمن 54. مسعود پرورش 6 بهمن 54. مصطفی دقیق همدانی 6 بهمن 54. کاووس رهگذر 17 بهمن 54. حمید مومنی 23 بهمن 54.
حالا بریم سال 55 تا برسیم به 8 تیر آن سال. حمید اکرامی 18 فروردین 55، محمد رضا کامیابی 29 فروردین 55، هادی فرجاد 25 اردیبهشت 55، هوشنگ اعظمی لرستانی در رابطه با فدایان بود به نوعی 25 اردیبهشت 55، لادن آلاغا 26 اردیبهشت 55، فرهاد صدیقی پاشاکی 26 اردیبهشت 55، مهوش حاتمی 26 اردیبهشت 55، محمد رضا قنبرپور 26 اردیبهشت 55، احمد رضا قنبرپور 26 اردیبهشت 55، عزت قروی 26 اردیبهشت 55، قربان علی زرکار 26 اردیبهشت 55، جهانگیر باقرپور 26 اردیبهشت 55، محمود خرم‌آبادی 27 اردیبهشت 55، تورج اشتری 27 اردیبهشت 55، فریده قروی 28 اردیبهشت 55، مصطفی حسن‌پور اصیل شیرجوپشت 28 اردیبهشت 55، منوچهر حامدی 28 اردیبهشت 55. سواک جنازه ها را جمع می کرد از کوچه و خیابان. میترا بلبل صفت 28 اردیبهشت 55، بهروز ارمغانی 28 اردیبهشت 55، زهرا مدیر شانه چی 28 اردیبهشت 55، حسین فاطمی 28 اردیبهشت 55، مینا طالبزاده 8 خرداد 55، علیرضا رحیمی علی‌آبادی 31 خرداد 55، حسین موسی دوست دموچالی 31 خرداد 55، نسترن آلاغا 2 تیر 55، گلرخ مهدوی 2 تیر 55، نادعلی پورنقمه 2 تیر 55، حمید رضا هزارخانی 3 تیر 55، مریم شاهی 5 تیر 55، حمید اشرف 8 تیر 55، به همراه فاطمه حسینی، محمد حسین حق نواز، طاهره خرم، اسگر حسینی ابرده، محمد مهدی فوقانی، علی اکبر وزیری و غلام علی خراتپور. به جان باختگان مرتبط با سازمان چریکهای فضای خلق ایران، پیش از اردیبهشت سال 53 و پس از 8 تیر سال 55 اشاره نکردم. و اما داستان دردناک علیرضا شهاب رضوی که 26 خرداد 53 جان باخت.
علیرضا شهاب رضوی، همسر زهرا آقا نبی قلهکی، گویا پس از ازدواج یا قرار ازدواج با وی مخفی شده بود و خانواده زهرا تصور میکرد دخترشون دزدیده شده است و به این در و اون در میزدند. صبح 18 خرداد سال 53، هنگامی که علیرضا از خیابان ری کوچه حمام نواب عبور میکرد، عمه زهرا آقا نبی قلهکی، نامش عصمت خانم بود، عمه زهرا عصمت خانم که علیرضا رو میشناخت، علیرضا شهاب رضوی را، با دیدن نامبرده در خیابان داد و فریاد را میاندازد که دختر برادر من کجاست؟ یالا بگو زهرا کجاست؟ و زجکنان همه را به یاری میطلبد و داد میزند مردم مردم به فریادم برسید، این فرد دختر ما را دزدیده است. خیلی شلوغ می شود و بر اثر سر و صدا تعداد زیادی جمع می شود. پیش از انقلاب در زندان قصر شنیدم علیرضا چون بیم دستگیری توسط ساواک را داشته، به محلی که چند کارگر در حال بنایی بودن پناه می برد و کارگران تحت تأثیر گریه و زاری عصمت خانم عمه زهرا آقا نبی قلهکی به جان علیرضا شهاب رضوی میافتند. گویا بعد از جار و جنجال اون زن، یک فروشنده وسایل الکتریکی به کمک میآید و علیرضا به سوی وی شلیک میکند. مردم جمع میشوند، اسلحه‌اش را میگیرند و او هر کاری میکند که به بهانه سردرد قرص خودش را که سیانور بود بخورد نمیتواند. عاقبت مامورین کلانتری بازار از راه میرسند و وی دستگیر میشود. بعدن مامورین ساواک، اکیپ خشایار، دوبار علیرضای شکنجه شده را سر قرار میبرند و وی بر اثر ضربه های وارده اظهار ناراحتی و درد شدید میکند. او را به بیمارستان شهربانی میبرند، اما 26 خرداد 53 جان می دهد. زهرا آقا نبی قلهکی نیست که 18 بهمن 54 در شمال دستگیر شده بود، 29 آذر 55 تیرباران می شود. وی نیز به شدت شکنجه شده بود. جان باختن حمید اشرف و یارانش از نگاه و دیدگاه مامورین ساواک پیشینه دیگری هم داشت. در تبلیغات حکومتی و گاه در صحبت‌های سرهنگ منصور زمانی رئیس زندان قصر، همچنین بازجویان کمیته مشترک مثل منوچهری ازغندی، رسولی، عزادی و دیگران به ترورهای صورت گرفته توسط این گروه و اون گروه سیاسی و به طور خاص چریکهای فدایی اشاره می شد. روزنامه ها مطلبی قریب بدین مضمون نوشته بودند که غروب 19 بهمن سال 49 13 تا چریک مسلح به تفنگ و مسلسل و نارنجک یه اتوبوس رو در جاده سیاه کل لونک تصاحب میکنند، به پاسگاه ژاندارمری و پست جنگلداری شهرستان سیاهگل در کنار جنگل‌های استان گیلان حمله کردند. در عملیات تعقیب و گریزی که از پی اون آمد، از 19 بهمن تا 8 اسفند همون سال 49، ادعا شده بود که بیش از 60 افسر و درجه‌دار و سرباز وظیفه ارتش شاهنشاهی ترور شدن، کشته شدن. بعدها 20 مرداد 53 روزنامه ها از ترور محمد صادق فاتح یزدی
صاحب کارخانه جهانچیت خبر دادند که البته او فردی خوشنام بود و ترور او تأثیر خوبی نگذاشت و امثال آیت الله طالقانی هم اعتراض کردند. نهم دی سال 53 علی نقی نیکتب شکنجهگر قدر سواک ترور شده بود. می گفتن همانند هکتور موران شاورز شکنجهگر اوروگوئه عملیات صورت گرفته بود. سه روز بعد عباس شهریاری مرد هزار چهره ترور شد. 14 اسفند سال 53 نفوذی سواک بود در تشکیلات تهران حزب توده. نقش موثری در بدام انداختن حسن ضیاظریفی، مشعوف کلانتری، محمد چوپانزاده و مجید کیانزاد در سال 47 ایفا نمود و خیلی های دیگر من در مقاله و ویدئوی مربوط به عباس شهریاری که در سایت خودم و یوتیوب موجود است درباره او به شرح‌تر توضیح دادم. از فردای تشکیل حزب رستاخیز تا 26 اسفند سال 53 شمار زیادی از زندانیان سیاسی را میگویند تا 60 نفر تا اونجا که من میدانم حدود 40 نفر را از زندان قصر به کمیته مشترک و اوین بردن. بیژن جزنی، شکرالله پاکنژاد، مسعود رجوی، مهدی تقوایی، پرویز نویدی، جمشید طاهری پور، مهران شهاب الدین و خیلی های دیگر. شنبه 30 فروردین سال 54 حدود 50 روز بعد از تشکیل حزب رستاخیز روزنامه اطلاعات در صفحه 4 خود نوشته بود: امروز مقامات انتظامی اعلام کردند 9 نفر از زندانیان که قصد فرار داشتند کشته شدند. محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، کاظم ذوالانوار، مصطفی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری، عباس سورکی. از قول حمید اشرف گفته شده بود بعدن که اگر ترور عباس شهریاری باعث قتل بیژن و یارانش شد ما اشتباه کردیم. سواک بسیار حساس شد روی ترور سرتیپ زندیپور رئیس کمیته مشترک که البته نه توسط چریکا، توسط جریان تقیه شهرام در خیابان فرح شمالی جلوی فرزند خردسالش صورت گرفته بود. روزنامه ها نوشته بودند تیمسار زندیپور محافظ نداشت و تنها یک پاسبان میان سال شهربانی به نام اتوفی راننده وی بود. در پیامد این اوضاع امثال سرتیپ جلال سجده‌ای در کمیته مشترک صاحب اختیار شدند که بگیر و ببند و شکنجه را به اوج رساندند. اون ایام 31 اردیبهشت 54 دو مستشار نظامی آمریکا را هم جریان تقیه شهرام ترور کرده بودند و مخالفینشون میگفتند اونها میخواستند با عملیات بزرگ نقد منتقدین خودشون را بی اثر کنند. همونطور که گفتم عملیات مزبور، ترور شهریاری، ترور زندیپور و ترور مستشارهای آمریکایی جنب و جوش بزرگ طرف مقابل سواک را به همراه داشت. 14 بهمن سال 54 سربازجوی سواک حسین ناهیدی هم در مشهد ترور شد. حالا که صحبت از مامورین سواک شد، خاطری از یکی از آنها که به حمید اشرف مربوط است رو تعریف کنم. سال 1360 در اوج بگیر و ببندها من نیز با اینکه رابطه‌ای با هیچ گروه و سازمانی نداشتم دستگیر شدم. مدتی در زندان دستگرد اصفهان بودم.
بعد به گلپایگان، دارون، خونسار، یک زندان بینام و نشان در تهران، زندان دادگستری تهران، اوین و قزلحصار منتقل شدم و بار دیگه در زندان‌های مختلف اصفهان بودم، از جمله باغ کاشفی که به هتل اموات معروف بود. در مقاله و ویدئوی سفره هفت‌سین در هتل اموات در مورد اون توضیح دادم. حدود 400 روز اونجا بودم در انفرادی‌های هتل اموات. در زندان دستگرد شماری از مرتبطین ساواک هم بودند و برخیشون محترم و شماری نامحترم که با مسئولین بند علیه ما همکاری میکردند و مشخصا برای من گزارش میدادند، مثل آقای دربندی. آقای دانش هم بود، فردی محترم، سروان محمد نوید، آقایان منوچهری و از قومخیش های آقای نادری مسئول ساواک. یکی از بستگان عبدالوهاب شهیدی، هنرمند ارجمند، هم آنجا بود و یک فرد قوی هیکل که قیافه خشن و ترسناکی داشت به نام آقای فتحیان. شنیدم زمانی در بندر انزلی بوکسر بوده. یک بار برای من تعریف کرد که مدتی با یکی از اکیپ‌های ساواک، اکیپ‌های گشت در تهران کار می‌کرده. می‌گفت یک روز صبح نزدیک فروشگاه فردوسی حمید اشرف رو دیدیم که دو تا پاکت میوه دستش بود. پاکت‌های کاغذی میوه که توش سیب و پرتقال و اینا هست. یک مرتبه که متوجه ما شد، پاکت ها افتاد و دوتا کلت از زیر پاکت در اومد که ما بی اختیار گریختیم. او تعریف میکرد که من در این دنیا سه تا مرد میشناسم: هیتلر، چگوارا و حمید اشرف. می‌دانم که داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر مغالطه است. مغالطه گاه نگارانه که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد. اما اکنون که به گذشته می‌نگریم، به گذشته باید نگریست. اکنون که به گذشته می نگریم، پرسیدنیست: آیا اون چه اتفاق افتاد، چه از سوی مبارزین و مجاهدین، چه از سوی طرف مقابل ساواک و دیگر نیروهای امنیتی، درست بود؟ آیا جواب داد؟ برای بررسی هر قضیه‌ای نباید کمر آن را گرفت و باید کل روند حرکت را در نظر داشت.
به قول هگل دسور ایست دسگنس، حقیقت تمامیت است و شناخت هر چیز باید شناخت یک تمامیت باشد. این روزها می شنویم امثال بیژن جزنی و حمید اشرف و حنیف نژاد و فاطمه امینی اینا تروریست بودن. مأمورین هم ایرانی و وظیفه شناس. بسیار خوب. اما چرا جوانان پاک و آگاه این میهن به اون چه به قول شما تروریسم نام دارد کشیده شدند؟ چرا؟ به قول ملا صدرا، مؤیدات فعل با علت فاعلی تفاوت دارد. بریم عقب‌تر، به ریشه ها برویم. چرا اونها به این مسیر، بسیار خوب به این مسیر به قول شما تروریستی کشیده شدند؟ عمل آنان پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. باقی فسانه است. سواک از همکاری امثال عباس شهریاری، شاه مراد دلفانی، سیروس نهاوندی، امیر حسین فتانت، محمد توکلی خواه، ناصر آقایان، مسعود بدحایی، کاووس صاحب، صحبا، احمد رضا کریمی و امثال بهروز زوفن برخوردار بود و از مشورت کسانی چون حبیب و حسین شیخ عطار، حبیب داداشی زاده صادق که زمانی با مهدویون کار می کردند. تنها مامورین ساواک نبودند که به قتل و شکنجه و بگیر و به بند رو آوردند. دیدیم که بعد از سال 57 وقتی حاصل رنج و شکنج مردم ستم دیده ایران ملا خور شد، استبداد زیر پرده دین خیز برداشت و با شقاوت تمام بسیار بیشتر و بسیار بیرحمانتر از سرکوبگران گذشته به دشنه و دگنگ دخیل بست و هزاران حمید اشرف و لادن آل آقا را به مسلخ برد. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد. Tiene corazón de tierra y alas de palomita, como el agua bendita, santigua glorias y ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico ni cosa que se parezca? Canto de los andamios, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
será canción nueva. Siempre será canción nueva.